مثلا فرض کنم که پولی که خرج کرده نان خریده آورد تو خونه، این از اون پولی نیست که حتما یک سال برش گذشته و خمس بهش تعلق گرفته. شما که نمیدونید که این پولی که الان نان خرید از کجاست، فقط میبینید نان خرید آورد، تکلیفی هم نداری بخواد جستجو بکنید که این نانی که خریدی از پول یک درآمد یک سال پیشت بوده یا نه، از حقوق همین ماهت مثلا یا حقوق امسالت بوده. بنابراین شما که یقین نداری که بهش خمسی تعلق گرفته، از این حس باز نگرانی نداره، تکلیفی هم نداره که بخواد جستجو بکنی که تو که خمس نمیدی، این غذایی که ما میخوریم متعلق خمس هست یا نیست، این لباسی که ما میپوشیم متعلق خمس هست یا نیست، جستجو نیازی نداره. نه، نیازی نداره. بنابراین باز نگرانی نداره. بله، خوب از باب امر به معروف به شوهرش بگی که خب روزی ما که دست خداست، تو که انقدر درآمد داری، اینی که اضافه هست میخوای برای کی جمع کنی، برای کی میخوای بذاری کنار، 20% هم در راه خدا بده برای فقرایی که برای سادات فقیر که زکات برشون حرام هست، و نصف خمس مال سادات فقیره، اونا دیگه حق زکات گرفتن ندارن، از این طریق زندگیشون اداره میشه. نصفش هم برای پیشبرد اسلام، برای کارهای عام المنفعه که حاکم شرع صلاح بدونه، بیمارستان ساختن، مدرسه ساختن، نمیدونم مبلغ تربیت کردن. حتی ما مواردی داریم که از همین وجوهات خوابگاه برای دانشجویان ساختن. مواجه تردی گفته با توجه این که الان برای پیشبرد اسلام این نیاز هست، اینجا که ما خوابگاه بسازیم برای دانشجوان. 50% هم که اینجا مصرف میشه، نصفش اینجا مصرف میشه، نصفش مال سعادت فقیر هست. خب نهی از منکرش کنید، امر معروفش کنید که شما که زحمت میکشید ما حاضریم بیشتر صرفه جویی بکنیم، اونی که میخوای برای ما خرج کنی کمتر خرج کن، این یک پنجم رو در راه خدا بده که بدهکار نباشی.